گروهی که برای تفریح به یه ویلای نفرین شده میرن. گلاسیا سلام. امروز می‌خوایم با هم دیگه فیلم کرست ویلا یا ویلای نفرین شده رو ببینیم. فیلم محصول کشور اندونزی سال 2023 نمره 73 آیانی پیرو هم به خودش اختصاص داده. یه توضیح کوچیک هم بدم، ما یه ربات تلگرام داریم که فیلم‌ها رو اونجا می‌ذارم برای دانلود کاملشون. اینو اگه قرار دادم فکر نمی‌کنم از زینبوس فارسیشو پیدا بکنم. اگر کسی ساختش برام ارسال کنه که توی کانال قرار بدم. بریم ما فیلمو ببینیم. حواستون به صورت کامل صحنه‌های قشنگش هم باشه. با شروع فیلم دختری به اسم نونی رو میبینیم که توی کمدی قایم شده و یه روانی ماسک دار دنبالشه. نونی با چنگال روی دیوار کمد اسم خودش رو مینویسه و در آخرم روانی پیداش میکنه، اما قبل حمله مادر نونی جلوی اون رو میگیره. حالا دختر زیر تخت قایم میشه. روانی به مادر حمله میکنه و بیرحمانه جونش رو میگیره. بعد میوفه دنبال نونی و به محض گیر انداختنش کار اونم تموم میکنه. حالا میریم به 70 سال بعد. چند تا رفیق دنبال یه ویلا انتا برای تفریح به اونجا برن و یکیشون به اسم دوین جایو انتخاب میکنه که قیمتش کمه اما ظاهرش خورده ترسناکه. یکی دیگه از این گروه به اسم سارا مخالفه، اما وقتی بقیه قیمتو میبینن تصمیم میگیرن همینجا رو رزرو کنن چون یه مقدار شرایط مالیشون ضعیفه. روز بعدی به مقصد میرسن و ظاهر اینجا حتی از عکس‌هاش هم بدتره. مردی به اسم نارتو هم مسئول اجاره اینجاست و بهشون خوش آمد میگه. وقتی وارد ویلا میشن میبینیم دختری با لباس سفید روی تاپ نشسته و صداهای عجیبی از خودش در میاره. لوازم داخل ویلا همه سالمن و به خیال بچه‌ها یکم راحت‌تر میشه. عکسی هم روی دیواری که قدیمی و ابهت این ویلا توش مشخصه. نارتو میگه اسم اینجا قبلا ویلای هاینز بوده و حالا به ویلای تنگر عوض شده. این عکس هم برای همون اوایل ساختنشه. بعدم میگه همه ویلا دست خودتونه، فقط وارد زیرزمین نشید چون لوازم شخصی اونجاست. در همین حال عضو دیگه گروه به اسم فردی رو میبینیم که رفع دستشویی و یه لحظه روح وحشتناکی پشتش ظاهر میشه، اما وقتی برمیگرده اونو نمیبینه. پسر دیگه به اسم میکو هم بیرون ویلا وایساره که یهو دختری با لباس سفید و در حال دویدن میبینه. همه ظاهرش هم خونی و برای همین با وحشت برمیگرده داخل. به فردی توضیح میده چی دیده، اما اون فقط میخنده و مسخرهش میکنه. برای همینم هم پیش دوین میاد و برای اونم تعریف میکنه. وسط حرفشون پیانو شروع به نواختن میکنه و قطع میشه. حالا هر دو خوشگشون زده. فردی هم میاد پیششون و لحظاتی بعد نارتو برای خدافظی میاد و میگه توی خونه پشت ویلا زندگی میکنه. برای همین اگه کار داشتن میتونن برن دنبالش. آخرین عضو گروه هم که باهاش آشنا میشیم اسمش لیاس. داره اتاق رو میگرده که کمدی رو باز میکنه و همون کلمه‌ای که نونی هک کرده بود رو میبینه. یه دفعه روح نونی کنارش فریادی میزنه و لیا با وحشت میفته بیرون. میریم پیش سارا که رفت دوش بگیره و صدایی از توی دوش همون میاد. همین که برش میداره جای آب کلی خون ازش میریزه و جیغ میزنه. بقیه هم میدونن سمتش اما اصلا خونی نمیبینن و همه اینا توی توهم سارا بوده. ساعتی بعد سر میز ناهار نشستن و همه ساکتن. فردی میگه بیایید همین الان جمع کنیم و بریم، اما دوین مخالفه چون پول 5 شب رو پرداخت کردن. وضع مالی همشون هم بده و هیچکدوم توانایی پرداخت پول برای هتل رو ندارن. دوین میگه پس الکی نترسید، روح این داستانا اصلا الکی ان، اما اگه واقعی هم باشن همه جا وجود دارن. باید یاد بگیریم نترسیم و زندگیمون رو ادامه بدیم. شب شده و فردی با صدای بیدار میشه. وقتی نزدیک پذیرایی صدای خوشحالی و رقص چند نفر رو میشنوه، اما وقتی میره سمتشون دیگه چیزی نمیبینه. حالا حس میکنه یکی پشتشه و آدم خمیده ای با ظاهر وحشتناک رو میبینه. دنبالش راه میفته و طرف وارد انباری ویلا میشه. فردی هم به آرومی جلوتر میره که دوین سر میرسه و باعث ترسیدنش میشه. اونجایی هم که نمیخواد بگه چیا دیده و حس میکنه توهم بوده، دیگه چیزی به دوین نمیگه. بعدا میرن بخوابن و لحظاتی بعد توی اتاق دوین چندین روح وحشتناک رو میبینیم که همینطوری به زور زلن و بعضی وقتا نزدیکش میشن. روز بعد میرسه و میکو دوباره بیرونه که حس میکنه یکی پشت یه پارچه سفید قایم شده. میره نزدیکش که یه دفعه وحشت زده میشه. زنی با صورت داغون فریاد میزنه و سمتش میاد. میکو هم داد میکشه و بقیه بچه‌ها صداشو میشنون و میان بیرون. میکو در حال دویدنه که زمین میخوره و بقیه هم بهش میرسن و حالا میفهمن چه جای وحشتناکی اومدن. دورتادورشون پر از قبرهای قدیمی و درب و داغون. خیلی سریع میرن دنبال نارتو تا باهاش حرف بزنن، اما خبری از اون نیست و یه دفعه با یه پیرمرد روبرو میشن. همه ازش در مورد چیزهایی که دیدن سوال میکنن و پیرمرد میگه باید با تاریخ ویلا آشنا باشید. تقریبا 70 سال پیش مردی به اسم آقای هاینز این ویلا رو ساخت که اسمش هم رو خود همین ویلا گذاشت. با همسر بچه‌های زندگی میکردن و یه روز 3 از خدمتکارها رو به جرم دزدی اخراج میکنه. اونا هم کینه به دل میگیرن و همون شب با حمله به این خانواده همشون رو سلاخی میکنن. مردی به اسم آقای تنگر که سرایدار اینجا بوده هم صاحب ویلا میشه و خانواده آقای هاینز رو به خاک میسپاره. اما چند روز بعد جنازه 3 خدمتکاری که اون بلا رو سرشون آورده
بودن پیدا میشه که به شکل وحشتناکی سلاخی شدن. اونا رو هم به قبرستون میبرن، اما همه مردم اعتراض میکنن چون دوست نداشتن همچین روانی های کنار عزیزانشون به خاک سپرده شن. برای همین هم آقای تنگر مجبور میشه اونا رو جابجا کنه و پشت همین ویلا خاک کنه، یعنی همون قبرهایی که شما دیدین. خلاصه که بعد مرگ آقای تنگر ویلای بچهش میرسه و بعدم به نوش. حالا کسی که میخواست اینجا رو نوسازی بکنه ولی پول نداشته، تصمیم میگیره هر ماه اینجا رو اجاره بده، یعنی کسی که شما ازش اجاره کردید و اولین مسافرهای اونم هستید. در آخر هم متوجه میشیم اسم این پیرمرد تارجوه و پدر نارتو همون کسی که ویلا رو بهشون تحویل داده. هر دو سرایدارن اینجا زندگی میکنن. دوین ازش شماره صاحب اصلی اینجا رو میخواد، اما تارجو نداره و میگه هر چند ماه یه بار میاد سر میزنه و میره. خیلی سریع لوازمشون رو جمع میکنن، اما یه اتفاق قابل انتظار میفته. حالا ماشینشون روشن نمیشه. تارجو میگه من براتون فردا مکانیک میارم، اما بعید میدونم زودتر بتونیم درستش کنیم. برای همینم امشب باید اینجا بگذرونید. تصمیم میگیرن بی توجه به اتفاقاتی که افتاده از سفرشون لذت ببرن و حتی یه عکس گروهی هم میگیرن و میبینیم که چهره هاشون توی عکس خیلی غیر معمول و عجیب میشه. شب دختر کنار هم خوابیدن که سارا صدای میشنوه و بیدار میشه. یه رفعه زن وحشتناک جلوشه و فریادی میزنه، اما لیا که بیدار میشه هیچی نمیبینه و میگه شاید باد بوده که پرده ها رو حرکت داده. دوین هم توی اتاقش رو داره دوربینش رو تنظیم میکنه که یه رفعه چهره وحشتناک رو توی لنز میبینه، ولی وقتی کنارش میزنه هیچ چیزی اونجا نیست. سایه هم پشت در افتاده و میره که ببینه چیه، اما فقط میکو و فردی هم که پشت در وایسادن و میگن خوابمون نبرده، بریم بیرون یه چیزی بخوریم. سارا هم که بیداره باهاشون میره و لیا تنها میمونه. کمی قدم میزنن تا به یه رستوران میرسن و سوپ سفارش میدن. سارا عکسشون رو پست کرده بود و حالا با کامنت مردم متوجه میشه چهره هاشون چقدر ترسناک افتاده. دوین دوباره آرومش میکنه و میگه چند ساعت دیگه اینجا میریم و علکی نترسید، حتما یه افکتی چیزی بوده. سوپشون هم آماده میشه، اما اتفاق عجیب اینه که 5 تا سوپ براشون حاضر شده. صاحب رستوران میگه به خدا وقتی اومدی 5 نفر بودید و نمیدونم چرا الان یکیتون کم شده. برمیگردیم به ویلا. لیا خوابیده که دستی روی گردنش حس میکنه و فکر میکنه سارا، اما یهو گردنش فشار داده میشه و تصویرهایی از اتفاقات وحشتناکی میبینه که اینجا افتادن. فریادی میزنه و وقتی بلند میشه هیچ کسی روی تخت نیست. صدایی از بیرون میاد و وقتی درو باز میکنه دوین و سارا رو در حال رفتن به زیر زمین میبینه. اما همین لحظه در باز میشه و میبینیم 4 تا دوستاش تازه به ویلا برگشتن. لیا رو میبینن و میپرسن چی شده، که اونم میگه خودم دیدم سارا و دوین رفتن توی زیر زمین. سارا هم میگه ما همین الان اومدیم و حتما توی خوابتون رو دیدیم. دوباره به اتاقش میرن که بقیه شب رو بگذرونن. میکو هنوز سر جاشه که از زیر زمین صدای میشنوه و دوین هم میاد کنارش و وقتی میشنوه تصمیم میگیره که همشون برن بیرون ویلا و چند ساعت دیگر رو کنار هم بگذرونن. با روشن شدن هوا هم لوازمو جمع میکنن و به منطقه شهری میرن و ماشین اجاره میکنن تا سفرشون رو ادامه بدن. در همین حال هم میبینیم پیرزنی با صورت پوشیده از زیر زمین ویلا میاد بالا. نارتو به دوین زنگ میزنه و خبر میده که ماشینتون درست کردن و بیاد ببریدش. ازش سوال میکنه مگه بابات قرار نبود مکانیک بیاره، و نارتو میگه بابام کجا بود، من تنها زندگی میکنم، چیزی که ترس همه رو بیشتر میکنه. حالا صحنه ای از همون 70 سال پیش، شبی که خانواده هاینز از بین رفتن میبینیم. تولد دخترش رو جشن گرفتن که 3 تا کارگر اخراج شده یواشکی میان داخل ویلا. اولین کسی هم که میبینن جونشو میگیرن تارجو، همون پیرمردی که دیدیم و گفته بود بابای نارتو، کسی که برای این خانواده کار میکرده. بعدم ماسک میذارن و میرن داخل. حالا با بی‌رحمی همه کسی که برای تولد اومدن و اعضای خانواده هاینز رو نابود میکنن. به زمان حال برمیگردیم. اعضای گروه بعد تفریح برمیگردن که ماشینشون رو بگیرن و متوجه میشن همه چراغ‌های ویلا روشنه. به خیال اینکه نارتو داخله میان تو، ولی یه دفعه چراغ‌ها قطع و وصل میشن. همون پیرزن ترسناک هم طرف دیگه اتاق میبینن که داره به طرف زیر زمین میره. این بار سالا و لیا میگن ما دیروز یه حسی داشتیم که باید بریم اونجا، انگار یکی توی زیر زمینه. میکو میگه منم همینطور. فردینگ مطمئنم یه پیرزن همینجاست و همین الان رفت توی زیر زمین. خلاصه که تصمیم احمقانه میگیرن و دوین همراه فردی میرن که بفهمن چی توی زیر زمینه. و همینم که میرن داخل، در پشت سرشون بسته میشه. نارتو که بیرون بودم سعی میرسه و وقتی میفهمه همه رفتن پایین، همراه میکو میرن تا هر جوری شده درو باز کنن. دوین و فردی هم توی زیر زمین میگردن و کلی عکس قدیمی از خانواده هاینز میبینن. یه دفعه هم با پیرزنی که کمرش خم شده مواجه میشن. اول فکر میکنن روحه، اما این پیرزن یه انسان واقعیه و برای همین میارنش بالا. لیا یکم نگاهش میکنه و به همه میگه این زن نونیه. من عکس بچگیشو توی دیوارها دیدم و اسمش هم روی کمد اتاق حک کرده بوده. آره ازش میپرسن چطوری تونستی از حمله اون سه تا روانی جون سالم به در ببری، و دوباره صحنه یاد گذشته میبینیم. بعد حمله کارگرا مردم محل سر و صدا رو میشن و به پلیس زنگ میزنن. همه جونشون رو از دست میدن غیر از نونی که توی بیمارستان متوجه میشن آسیب
شدید دیده. برای همین هم تا ابد ستون فقراتش مشکل داره و دیگه نمیتونه کمرش رو راست کنه. نونی هم متوجه این قضیه میشه و انقدر دلش برای خانواده‌اش تنگ شده که از بیمارستان فرار میکنه. وقتی برمیگره خونشون روح اونا رو میبینه و همراهشون میاد داخل ویلا. از اون موقع هم همینطوری با خاطره و روح اونا توی ویلا زندگی میکنه. به زمان حال برمیگردیم و حال نونی اصلا خوب نیست. انگار بیماری گرفته و غذای درستی هم نخورده. اعضای گروه تصمیم میگیرن اونو بیمارستان ببرن، اما قبل خروج همه در قفل میشن. خانواده نونی اجازه نمیدن که از اینجا خارج شه. یه لحظه هم جلوش ظاهر میشن که نونی فریادی از خوشحالی میکشه و میخواد بره سمتشون، اما سارا و لیام میگیرنش و داد میزنن اونا مردن، اگه بری کار تو هم تمومه. حالا آقای هاینز عصبانی میشه و با دختر دیگه‌اش سمت اینا میان و به زور نونی رو ازشون میگیرن. روح آقای هاینز که خیلی از این گروه عصبانیه به دختر حمله میکنه و کمک پسرام کافی نیست. در آخر بعد زخمی کردن همشون دست فردی رو میگیره و به زور همراه خودش میبره. اما طوری نمیکشه که همه صداها قطع میشن و فردی از طرف دیگه ای اتاق میاد. همه خیالشون راحت شده که فردی سالمه و سریع از ویلا خارج میشن و با ماشینشون فرار میکنن. این در حالیه که میبینیم خانواده هاینز دوباره جشن گرفتن و انگاری 70 ساله که توی اون آخرین لحظه زندگیشون گیر کردن. سکانس آخر فیلم ماشین بچه‌ها رو میبینیم که فردی عقب نشسته و یه لحظه صورتش به صورت آقای هاینز تغییر میکنه. اینجاست که فیلم به پایان میرسه. این هم یکی دیگه از فیلم های عجیب و ترسناک اندونزی و خب خودتونم خیلی فکر میکنم موافق باشید که عموما فیلم های کشورهای فیلیپین، تایلند و اندونزی واقعا فضای خوف آوری دارن. دلیلش هم نزدیک بودن فرهنگشون به فرهنگ خاورمیانه است. کلا از داستان های روح و جن و این چیزها بگیر تا حالا تلس خوندنشون و همه اینا خیلی به فرهنگ ما نزدیکه. به خاطر همینم هم مثل فیلم هایی که از ترکیه قرار دارم از جمله سجین فکر میکنم که ترسشو خیلی خوب بتونه به بیننده انتقال بده. فیلمش هم حالا سوا از این داستان روح داشتن و این چیزها میخواد در مورد این صحبت بکنه که اگر این همچین اتفاقی برای کسی بیفته تا چقدر ذهنش توی اون خاطره میمونه. ما این زن رو میبینیم که تمام خاطراتش توی اون خونه بوده و اصلا نمیتونه ازش دل بکنه با اینکه همه چیز براش تموم شده. در آخر هم خاطرات همون خانواده اونو میکشن داخل و با خودشون میبرنش. پایان معنی فیلم هم میبینیم که آقای هاینز فردی رو بالاخره تسخیر کرده و داره همراهشون میره که یه پایانی برای ما باز میذاره تا نسخه دومش ساخته بشه و قطعاً باید منتظرش باشیم. اگه خوشتون اومد بگید که اون هر وقت اومد قرارش بدم. مرسی همراه بودید. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. روزتون هم گلسیه.